هرچی بگیریم. خطر ازی وجود داره که جنجال کلان شوه و شکل قومی به خود بگیره. رئیس جمهور افغانستان گفتی جنجال یک جنجال قومی نیست. معاون رئیس جمهور هم گفت کوشش شوه جنجال از جنجال یک جنجال قومی درست نشه. ولی با وجود از او اگر ما به لحاظ تاریخی قضیه را مورد بررسی قرار بدیم، بخشی از مردم ما معتقدند که پدیده کوچی یا کوچیگری جزی میراث‌هایی است که از حکومت‌های استبدادی گذشته به جا مانده و انگیزه اولی و نخستینش انگیزه های قومی نژادی بوده. با توجه به این پس منظر تاریخی چگونه میتوان پرهیز کرد که این مسئله مسئله قومی نیست یا نمیشود قومی در صورتی که مهار نشد؟ ما با شما موافق هستم در این قسمت که انتباه مثبت راجع به پدیده کوچیگری در افغانستان وجود ندارد، مخصوصا تا اونجایی که من متعلق به جامعه هزاره هستم و ذهنیت مردم هزاره را میتونم به خوبی تفسیر بکنم و بازگو بکنم که ذهنیت مردم هزاره چیست. و مردم هزاره در مجموع از گذشته های دور تا کنون ذهنیت مثبت نسبت به پدیده کوچیگری نداره و اونها رو مزاحم زندگی خود و عامل تنگ کردن فضای زندگی در محل بدوباششان میدانند. و تا اونجایی که من به یاد دارم آمدن کوچی ها همیشه برای مردم دهنشین در مناطق مختلف باعث نگرانی بوده، نگرانی های امنیتی داشته، معضلات بین مردم دهنشین و کوچی ها را همیشه با خود داشته. این ذهنیت گذشته است که ممکن است وضعیت فعلی هم از این ذهنیت متاثر شود و فعلا مردم با همون ذهنیت قبلی به مسئله به این پدیده نگاه بکنند. این یک موضوع است. موضوع دیگه ای است که ما نباید به این قضیه هویت قومی ببخشیم و از هر دو طرف احساسات قومی را تحریک بکنیم و به غلیان در بیاریم و یک معضله ملی دیگر بین الاقوامی را شکل بدیم که به نفع مردم افغانستان نیست، به نفع صلح و امنیت نیست. وضعیت فعلی افغانستان وضعیت شکننده است که اونهایی که مصالح اولیای مملکت را میبینن، پکچر عمومی کشور را میبینن، اونا به خوبی درک میکنن که بله قومی شدن این مسئله برای افغانستان بسیار فاجعه بار است. با توجه به این قضیه تاکید بر اینکه این قضیه قضیه قومی نیست یک موضوع بسیار مهم حساب شده و عقلانه هست که اگر ما این را بخواهیم درست تفسیر بکنیم به این معناست که یعنی ما نمیخواهیم و باید از قومی شدن این قضیه جلوگیری به عمل بیاید. این حرف کاملا درست است. خب از طرف دیگر حلقات تنگ نظری وجود داره که اونا منافع خود را در هر شرایطی با هر بهای جستجو میکنن. برای اونا مهم نیست که کشور با آتش کشیده میشه، برای اونا مهم نیست که کشور به بحران میره. ممکن است تحریکات از بیرون از جاهای دیگه هم باشد، اونایی که منفعت در بحران دارن در افغانستان و بخواین از هر قضیه ای رو انلارج بکنن، یک قضیه کوچک رو تبدیل به یک قضیه ملی بسازن. دست های هست از بیرون که بحران آفرینی میکنه و ممکن است که این حلقات که در درون کشور ما هست که اینا به دنبال منافع خود هستن، اینا هم در خط اون گونه مثلا توطئه ها به صورت ناآگاهانه قرار بگیرن یا به صورت آگاهانه قرار بگیرن و آتش را برافروزن که این آتش سرتاسری شود، بین الاقوامی شود و این کار درست نیست. ما از این ایده رئیس جمهور که این موضوع قومی نیست حمایت میکنم و نباید قومی شود. این به منفعت هیچ کسی نیست. ما از مردم عزیزی که از این قضیه متاثر شدن هم
صمیمانه خواهش میکنم که کوشش بکنن که قضیه را در حدی که محدود هست نگه دارن و این تلاش نکنن که خیلی کلان شوه، چون هرچه که کلان شد رای حلش مشکل میشه، هرچه قضیه کوچکتر باشد رای حلش آسانتر هست، گرچه در اونجا خب فاجعه رخ داده، اتفاقات ناگواری پیش آمده، مردم متأثر هستند، مردم احساساتی هستند، مردم داغ دیده هستند، حق دارن، ممکن است در یک چنین شرایطی اونا هر گونه موضعی گیری بکنن، منتها کسایی که بیرون از حادثه هستند به یک نحوی میخواین حادثه رو مدیریت بکنن یا به یک نحوی مؤثر هستند در مدیریت قضیه و سمت و سو دادن قضیه، ما باورم بر این است که این دوستا حالش به دلش به حال مردم افغانستان، به وضعیت افغانستان بسوزه و سعی نکنن که این آتش کلان شوه از هر دو طرف. اظهارات آنچنانی که شما فرمودید من فکر میکنم اظهارات به نفع مردم افغانستان و مساله اولای مملکت نیست. آقای حلیمی اشاره کردن که حکومت یا بخشی از حکومت که نیروهای امنیتی حکومت باشد برای تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان تلاش لازم را نکردن، البته ممکن اشارهشان به قبل از فاجعه باشه، ولی بعد از اتفاق فاجعه ما شاهد بودیم که وزیر داخله و لوید رستیز هر دو به معیت معاون رئیس جمهور رفتن در منطقه و گفتن که در صورت اگر آتش بس از طرف یک جانب نقض شوه اردو و پلیس هر دو با قاطعیت مداخله می‌کنند. از نظر شما چی اقداماتی باید روی دست گرفته شه از طرف نیروهای امنیتی که وظیفه یا مسئولیت تأمین امنیت جانی و مالی مردم را داره بعد از این تا زمانی که به یک شکل قضیه نرمال میشه؟ متاسفانه ما در افغانستان مشکلات زیاد داریم، بی‌اعتمادی ها وجود داره و سوی نیت ها وجود داره، مشکلات ساختاری داریم ما و ممکن است از جهت مثلا دولت وقتی که بی خبر میمانه یا کسایی که در رأس اداره هستن بی خبر بمانه، اینا بی خبریشون از فاجعه ممکن است واقعی باشد و به خاطر از اینکه ولی ممکن است پذیرفتنی نباشد. توضیح میتونم ما این موضوع را ببینیم. وقتی ما مشکل ساختاری داریم، کسایی در ساختار هستند که اینا وفاداریشان به ساختار 100% نیست، اینا انگیزه های خاص خود دارن، با انگیزه های خاص خود چیزی را گزارش میکنن و چیزی را مقفول نگه میدارن و قضایایی را کوچک میکنن، قضایایی را بزرگ میکنن. ای که ما به صورت بی‌طرفانه و دولتی و ای که ما جزی ساختار دولت هستیم و واقعا وظیفه دولتی خود را حفظ بکنیم، با احساس مسئولیت دولتی به قضایا نگاه بکنیم، هنوز هم مشکل داریم در این موضوع. روی این حساب است که در گزارش دهی هم ما هم سمت گرایانه عمل میکنیم، در برخورد با قضایا هم ما سمت گرایانه برخورد میکنیم. کی مشکل ساختاری است که تنها در منطقه بیسود، در مسئله بیسود اتفاق نیفتاده، در جای جای کشور ما میبینیم که با قضایا چنین برخورد صورت میگیره و طرفداری میشه، ضدیت میشه، حال اینکه دولت، ارگانهای دولتی باید یک قاضی کاملا بی‌طرف، یک ناظر کاملا بی‌طرف باشد که به قضایا بی‌طرفانه نگاه بکنه، آنچه که هست باید گزارش بکنه و چیزی که نیست او رو اضافه نکنن، ولی چنین چیزی نیسته و این وضعیت افغانستان است. متاسفانه این مشکل افغانستان است که وجود داره، ولی من فکر میکنم که قضایای از این قبیل آنقدر حساسیت، آنقدر جدیت داره که باید کسایی که در رأس اداره قرار دارن، در رأس وزارتخانه ها قرار دارن، در رأس اداره پلیس و امنیت قرار دارن، اینا باید قضایا را از نزدیک بررسی بکنن، با توجه به این ضعف ها باید قضایا را بررسی بکنن.
اعتماد نکنه به اینکه یک نفر مثلا در اونجا یک پلیس، یک مامور امنیت یک گزارش داده بگه که بله